من قانع نشدم که داریم به توافق هسته‌ای می‌رسیم. فکر نمی‌کنم رهبر ایران بخواد که توافق کنه. از طرفی ایرانی‌ها نمی‌خوان مذاکرات رو تموم کنند، برای همین یه مدت ادامهش میدن. فکر می‌کنم که گزینه توافق قطعاً روی میزه و اروپایی‌ها و آمریکا درباره این موضوع بسیار شفاف بودن. فکر نمی‌کنم که روس‌ها و چینی‌ها بر سر راه توافق هسته‌ای مانعی به وجود بیارن. اما فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها هم به دنبال توافق باشن. بعد از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سال 2018 از برجام خارج شد، ایران گام به گام از اجرای تعهداتش در برجام عقب نشست. تعهداتی که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را محدود می‌کرد. غرب می‌گوید ایران به تولید بمب هسته‌ای نزدیک می‌شود. ایران میگوید هدفش این نیست، اما در هفته‌ای که گذشت کمال خرازی رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی ایران به الجزیره گفت جمهوری اسلامی ایران توانایی فنی تولید بمب اتم را دارد، اما تصمیمی برای این کار ندارد. او همچنین گفت ایران تنها ظرف چند روز میزان غنی‌سازی اورانیوم را از 20% به 60% رسانده و به راحتی میتواند آن را به 90% برساند. این رفتار ایران اما اسرائیل را نگران کرده و میگوید توانایی نظامی آن را دارد که ایران را از دسترسی به سلاح هسته‌ای باز دارد. ما قادریم اگر لازم باشد حمله نظامی بکنیم تا جلوی آن را بگیریم؟ پاسخ مثبت است. آیا توانایی ایران را می توانیم افزایش بدهیم؟ بله. آیا باید آن را به عنوان آخرین راه حل به کار بگیریم؟ بله. و من امیدوارم که حمایت ایالات متحده آمریکا را هم داشته باشیم. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اما تقصیر را به گردن آمریکا انداخته. دوگانه کاذب میان برجام که ایران برخلاف آمریکا هنوز عضو آن است و روابط خوب بین ایران و همسایگانش از جمله روسیه، این واقعیت را پنهان نمی‌کند که بی‌تصمیمی آمریکای عهدشکن مهمترین مانع رسیدن به توافق است. کاخ سفید میگوید به نظر میرسد ایران تصمیم سیاسیش را برای رسیدن به توافق نگرفته. ایران اما به دنبال منفعت اقتصادی هم هست. در یه نقطه قرار داریم، متنی آماده در مقابل ماست که بیش از 95-96% در محتوا اتفاق نظر داریم با همه طرف ها، اما در این متن همچنان یک نقص مهم وجود داره و اون این که ما باید از مزایای کامل اقتصادی توافق برخوردار بشیم. ما نمیخوایم از یک روزنه دوبار گزیده بشیم. سرنوشت برجام هنوز مشخص نیست. آنچه مشخص است این است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از احیای برجام استقبال کرده، اما هفته پیش گفت هم اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و هم سپاه پاسداران را از فهرست تروریستی خارج نخواهد کرد. فرین عاصمی، بی بی سی. یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. خانم میزر، آیا موافقید با این صحبت‌های رئیس سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا که آقای خامنه‌ای به دنبال توافق نیست؟ من اطلاع کافی نه از نظر آقای خامنه‌ای دارم و نه میدونم منابعی که آقای ریچارد مور داره استفاده میکنه برای بیان این چیه. یک مقدارش ممکنه حدسیات باشه، یک مقدارش ممکنه توانایی های سازمان MI6، سازمان جاسوسی بریتانیا برای شنوایی و اطلاعات جمع کنیم، هم از رسانه های علنی و هم از شاید گفتگوهای خصوصی در ایران باشه. ولی فراموش نکنید که این کنفرانس، کنفرانس علنی بوده، بخشش بخش تبلیغاتیه. آقای مور داره اونجا موضع‌گیری میکنه برای این که شاید تأثیری بر وقایع سیاسی بگذاره. ایشان دیپلمات حرفه‌ای، دیپلمات سابق بوده، سفیر بوده در ترکیه، در جاهای مختلف، و در نتیجه جنبه ای از بیانش کار تبلیغاتی هم هست. یک بحثی که مطرح میشه، یک گمانه‌زنی که مطرح میشه این هست که اصولا ایران الان ابتکار عمل رو در زمینه پرونده هسته‌ای خودش از دست داده و خیلی تحت نفوذ روسیه هست. الان اگه آقای خامنه‌ای بخواد هم که این مذاکرات به اون سمتی که ایران میخواد پیش بره، آقای پوتین ممکنه چنین چیزی نخواد. شما موافقید با این صحبت؟ من فکر میکنم این گمانه‌زنی وجود داره، ولی در حال حاضر روسیه در موقعیتی نیست که بتونه چنین دستوری یا چنین
حکمرانی در منطقه داشته باشه. قدرت اصلی که میتونه تاثیر بذاره بر روابط جهانی باید قدرت اقتصادی بزرگی باشه و اون چینه. احتمال این هست که چین داره از روسیه استفاده میکنه برای که این فشار رو بر ایران بیاره. ولی در نهایت فراموش نکنید که برخی از قراردادهای ایران با چین و حتی ایران با روسیه شامل تحریم هاست و در نتیجه منافع اقتصادی این دو کشور هم در اینه که تحریم ها بر ایران کمتر بشه، مخصوصا در شرایطی که ایران میتونه نقشی داشته باشه برای دور زدن تحریم هایی که بر خود روسیه هست. یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر